خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز با هم دیگه جمع شدیم. حالا دوستانم به ترتیب اضافه خواهند شد که در مورد یکی از فیلم‌های مورد انتظار امسال، فیلمی که قرار بود که سینما رو به تنهایی نجات بده در سال 2020 با هم دیگه صحبت کنیم، و اونم فیلم جدید آقای کریستوفر نولان بود به اسم انگاشته، یا همون فیلم تنت. بحثمون رو در مورد فیلم تنت با یک صحبتی در مورد تاریخچه فیلمسازی آقای کریستوفر نولان شروع میکنم، بعد راجع به خود فیلم، اتفاقاتی که داخل داستان میافته، یکم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، و در نهایت به این موضوع میپردازیم که خب منتقدایی که از فیلم انتقاد کردن گیر اصلیشون رو چی بوده به اصطلاح، و به چه چیزایی انتقاد کردن، و سعی میکنیم جواب بدیم که آیا میشه توجیهی برای اون ایرادات فیلم آورد یا خیر. خب همین اولم بگم که به اصطلاح full disclosure که خودم یکی از طرفداران فیلم های آقای کریستوفر نولان هستم، ولی خب سعی میکنم به صورت بیطرفانه به قضیه نگاه کنم، چون فیلم قطعا در جاهایی داره ایراد هست، اما خب شاید بشه از یه دید دیگه به فیلم نگاه کرد، همونطور که فیلم از ما میخواد که به مقوله زمان از یه دید دیگه ای نگاه کنیم. پس تلاش میکنیم که به ایراداتی که به فیلم گرفته شده یه نگاهی بندازیم و سعی کنیم که حالا اگر شد جوابی براش پیدا کنیم. فکر کنم کامنت ها رو من بستم، حالا من کامنت ها رو هم باز میکنم که اگر حالا نظری، کامنتی، چیزی بود میتونین بنویسین، ولی بعد از این که حالا یک صحبت های مقدماتی انجام دادیم راجع به فیلم، بعدش حالا در مورد سوالی اگر چیزی هم بود یا نظری چیزی بود حتما اونا رو خواهم خوند. خب همونطور که میدونین فیلم سازی آقای نولان با یه سری فیلم کوتاه شروع میشه، بعدش تقریبا اولین فیلم بلندی که میسازه فیلم فالوینگ هست، و خب بعد از اون دیگه فیلم های جدیدتری میسازه که به محبوبیت زیادی دست پیدا میکنن و خب فروش زیادی هم دارن، از فیلم ممنتو بگیرین که در مورد فردیه که حافظه کوتاه مدت نداره، حالا سعی میکنه با عکس و اینا به گذشته خودش و دلایل وضعیتی که توش قرار داره برسه. بعدش هم خب حالا فیلم های دیگه میسازه، از فیلم از سگانه بتمن گرفته تا بعدش حالا اینسپشن و اینترستلار و دانکرک و خب حالا فیلم جدیدش تنت. اما نکته ای که یکم فیلم تنت رو متمایز میکنه از باقی فیلم های آقای کریستوفر نولان، برهه زمانی هستش که فیلم تنت توش منتشر میشه. خب تنت بر کسی پوشیده نیست که آقای نولان یکی از عاشقان سینماست و یکی از منتقدان سرویس های استریم فیلم مثل نتفلیکس، مثل اچ بی او ماکس و سرویس های از این قبیل. در نتیجه خب همه ما میدونیم که نولان عاشق پرده سینماست و دوست داره فیلماش رو روی پرده سینما به تصویر بکشه. همین باعث شد که وقتی که همگیری کرونا به وجود اومد، خب خیلی ازش خواستن که فیلمش رو روی سرویس های استریم فیلم منتشر کنه، که خب با مخالفت شدید خود آقای نولان مواجه شدن و اصرار داشت که حتما فیلمش روی پرده سینما به تصویر کشیده بشه و اکران بشه، چون با دوربین های آی مکس هم فیلم برداری شده بود. راجب همه چی صحبت میکنیم، راجب اینکه چه اتفاقاتی توی داستان افتاد و چیزی میپردازه، راجب همه اونها صحبت خواهیم کرد. اما خب بحثم این بود در اول که از همون اول هم فشار بسیار زیادی روی فیلم آقای نولان بود، یعنی همونطور که خب خیلی از نشریه‌های معتبر سینمایی هم میگفتن، نولان میخواست که با اکران فیلمش توی سینما به اصطلاح سینما رو توی این همه گیری کرونا نجات بده.
در واقع. و خب نولان اعتقاد داشت که با انتشار فیلمش روی سرویس های استریم، چون نسخه غیر قانونیش خیلی زود منتشر میشه، قاعدتا خیلی دیگه به خودشون زحمت نمیدن که برن سینما و پول خرج کنن. خب بازگشت سرمایه هم یکی از دغدغه هاش بود، اما نکته ای که وجود داشت این بود که خب از همون اول هم فشار بسیار زیادی روی فیلم آقای نولان بود که حالا بیاد سینما رو از این تعطیلی اجباری نجات بده، و خب به همین دلیل منتقدا خیلی روش حساس بودن. و زمانی هم که فیلم اکران شد، حالا بحث شلوغ بودن، یعنی خلوت بودن سینماها به اصطلاح، و خب در کنارش یه بحث دیگه هم که وجود داشت، یه میکس صدای خیلی بد توی نسخه های سینماییش که باعث شده بود بخشای اکشن و موسیقیش خیلی صدای بلندی داشته باشه و دیالوگ ها خیلی خیلی به گوش حاضرین در سینما نرسه. همین باعث شد که خب شاید خیلی از افراد ناراضی از سالن سینما بیرون اومدن، نمره هاش همین رو قطعا نشون میداد. اما فیلم تا چه حد تونسته موفق باشه، یعنی اون ایده‌ای که داشته رو به تصویر بکشه؟ ببینین، اگر راجع به سینمای نولان بخوایم صحبت کنیم، نولان رو به یک فیلمساز سریبرال میشناسن، یعنی فیلمسازی که ایده های بسیار بلند پروازانه، بعضی وقت علمی و فلسفی رو که ذهن بیننده هاش رو درگیر میکنه رو میاد قاطی میکنه با ژانرهای عامه پسند و ترکیب این دوتا با همه. پس به تعریف کلاسیکش فیلم های آقای نولان، تعریف واقعا فیلم های پست مدرن هستن، چون ما در اصل ادبیات و دنیا و سینمای پست مدرن این کم شدن مرزبندی ها بین ژانرهای الیت و به اصطلاح ثقیل و ژانرهای عامه پسند رو داریم. و خب فکر نکنم واقعا کارگردان دیگه ای بوده باشه که تونسته باشه انقدر موفق این دو تا بخش رو با هم دیگه، یعنی ژانر فیلمی که موضوعات فلسفی رو داره با ترکیبش کنه با ژانر عامه پسند، و اینو توی اکثر فیلماش انجام داده. به عنوان مثال سگانه بتمن یک فیلم سوپر هیرویی و ابرقهرمانی رو میاد با موضوعات فلسفی و اجتماعی مثل تقریبا خب به شدت تأثیر گرفته از سینمای کوبریک، میاد یک سگانه سوپر هیرویی میسازه، ابرقهرمانی میسازه، اما در دل مثلا مخصوصا فیلم دومش شوالیه تاریکی، اون ترس و بحران پسا 11 سپتامبری نهفته است. یعنی خب ما قبلا مثلا یه سری ویلن، یه سری آدم بد توی فیلم ها داشتیم که بر اساس یک سیستم فکری مشخص، بر اساس حالا پولی که از دیگران گرفتن، به هر دلیلی اینا اومدن و موجبات شر توی دنیایی شدن و نظم اون دنیای فیلم رو به هم ریختن. اما فیلم دارک نایت، حالا با وجود 11 سپتامبر اتفاق میفته، ولی اون ترس پسا 11 سپتامبری رو در دل خودش داره، یعنی شر فقط برای خود شر. شخصیت جوکر توی اون فیلم شخصیتیه که به دلیل آنچنانی دنبال به وجود آوردن شر نیستش، چون شر رو دوست داره و نابسامانی رو دوست داره و لذت میبره از این فیلم. پول براش مهم نیست، پولا رو آتیش میزنه، صرفا دوست داره که اون انسانها رو بشکنه و جنبه های منفی و تاریکشون رو به رخ خودشون بکشه. اون ترس پزها 11 سپتامبری و بحران و تروریسم رو به تصویر میکشه. وقتی که وارد فیلم اینسپشن میشیم، آقای کریستوفر نولان میاد فیلم کلاسیک سرقت یا هایست، حالا سریال مانی هایست هم احتمالا خیلیاتون دیده باشین، میاد فیلم کلاسیک هایست رو با مفاهیمی مثل سفر در زمان، مثل هویت و خب مثل ذهن ناخودآگاه و ناخودآگاه انسان‌ها ترکیب میکنه. پس یه جورایی فیلم اینسپشن هم ترکیبی از فیلم‌های کلاسیک سرقت، که حالا اینجا سرقت در مورد سرقت یک ایده هستش و وارد ذهن ناخودآگاه یک نفر شدن،
وقتی که وارد خب بحث اینترستلار میشیم، باز هم یک ژانر محبوب سای فای و سفر به فضا رو داریم که باز ایده هایی مثل نمیدونم هویت، سفر در زمان، عشق، اینها رو وارد میکنه. پس ما میدونیم که نولان فیلمسازیه که ژانر کلاسیک رو، یک ژانر کلاسیک سینمایی رو با ایده های بلند پروازانه و علمی خودش ترکیب میکنه و حتی میدونیم که انقدر فیلم اینترستلار از نظر علمی دقیق بود که اون رندرهایی که از سیاه چاله ارائه میداد توی اون فیلم، بعدها که ما اولین عکس‌های واقعی سیاه چاله رو دیدیم که دیدیم که چقدر اینا شبیه هم هستن. و خب اونم به دلیل این بود که در فیلمنامه یک مشاور، یعنی یکی از اساتید دانشگاه، آقای کیپ تورن همراهش بود که استاد فیزیک هستش و خب این رو حالا اخترشناسی و روی محاسبات عددی که برای رندر کردن اون عکس سیاه‌چاله معروف فیلم اینترستلار به کار برده بود، دقت اون اثر رو نشون میده. اتفاقا این خودش یکی از نقدهایی که به فیلم تنت میشه که ساینس و علمش کجاست، که خب حالا بهش خواهیم رسید. پس وقتی که وارد فیلم تنت میشیم، باز هم این اتفاق رخ میده، یعنی آقای کریستوفر نولان میاد یک ژانر کلاسیک سینمایی رو با ایده های بلند پروازانه خودش در مورد زمان، هویت و باز هم عشق به تصویر میکشه. و این خب ژانر، خود کریستوفر نولان توی مصاحبه‌اش هم میگه من به عنوان فیلمساز یه سری ایده دارم که شاید به تصویر کشیدنش چند سال یا حتی چند دهه طول بکشه. و خب این ایده زمان و این ایده هویت ایده هایی هستن که آقای کریستوفر نولان سال هاست باش درگیره، ولی در فیلم تنت این ایده ها ادغام میشن با ژانر فیلم های جاسوسی مثل فیلم های جیمز باند، که فیلم هایی هستن که خب آقای کریستوفر نولان باشون بزرگ شده و عاشقشون بوده. پس کاری که میخواد انجام بده باز هم ترکیب یه سری ایده های بلند پروازانه با یک ژانر عامه پسند مثل فیلم های سپای موویز هستش، مثل فیلم های حالا جیمز باند که احتمالا شما هم دیدین. و خب فیلم تنت، حالا همونطور که احتمالا خودتون هم بدونین، کم کم بریم راجع به خود فیلم تنت با هم دیگه یکم صحبت کنیم. از اسمش هم میخواییم شروع کنیم که فکر کنم ساده ترین چیزش باشه که احتمالا خیلی از شماها هم در موردش اطلاعاتی دارید. ببینین فیلم تنت به معنی انگاشته، اولا به یک عقیده سفت و سخت گفته میشه که زندگی یک نفر بر اساس اون بنا شده. مثلا شما میگی یکی از تنت های زندگی من کمک به و یا نگهداری از حیواناته، نمیدونم کمک به حیواناته، کمک به انسان های فقیره. این میشه یکی از تنت های زندگی شما. اما اسم فیلم از کجا اومده؟ اسم فیلم از یک کتیبه قدیمی باستانی گرفته شده که بهش میگن سیتور. احتمالا اسمش هم براتون الان جالب باشه چون ما کاراکتری به اسم سیتور رو توی فیلم داریم، بهش میگن کتیبه سیتور، سیتور سکویر. اگه بری نگاه کنین روی این سیتور سکویر 5-6 تا کلمه پالیندروم هستش. کلمه پالیندروم چیه؟ کلماتی هستش که چه از این ور به این ور بخونین چه برعکس یک کلمه هستن، مثل کلمه گرگ. شما چه گرگ رو عادی بخونین چه برعکس بخونین کلمه گرگ هستش. این سیتور سکویر که حالا میتونین برین گوگل کنین و ببینین، یک کتیبه باستانیه که 4-5 کلمه لاتین رو به صورت پالیندروم روش حک کردن، یعنی از هر طرف بخونین همین کلمه است. حالا از کلماتی که روی این سکویر چیز نوشته شده میرسیم به اینکه فیلم تنت از کجا اومده. کلمه وسط این پالیندروم، این سیتور سکویر، کلمه تنت هستش. ولی کلمات دیگه ای هم که چک کنین باز میبینین که چقدر مهمه. کلمه بالا سیتور هستش که اسم شخصیت بده داستان ماست. کلمه سمت راستش کلمه روتاس هستش که از هر طرف بخونین روتاس خونده میشه. روتاس چیه؟ اسم اون شرکتیه توی فیلم که اون محفظه های درون فرودگاه رو ساخته برای نگهداری از آثار هنری یا هر شیء دیگه‌ای که این آدم بده داستان نمیخوان نمیدونم روش تکس بدن یا میخوان کارهای غیرقانونیشون اونجا انجام بدن. پس شرکت روتاس.
یکی دیگه از کلمات این پلندروم چیه؟ آرپو. آرپو باز توی فیلم مهمه. آرپو اون به اصطلاح نقاشیه که ظاهراً با کت زن سیتور یه سر و سری داشته، این نقاشی فیک رو از آرپو گرفته، حالا به ارزش 9 میلیون دلار فروخته به شوهر خودش، که خب باز همین باعث میشه این به عنوان یک بلک میل استفاده بشه تا کت رو از فرزندش دور کنه سیتور. یکی دیگه از کلمات داخل این پالیندروم کلمه اپرا هستش، که خب میبینین که اصلا اول فیلم توی یک سالن اپرا شروع میشه، و خب اون کلمه وسطش هم که بهتون گفتم تنت هست، یعنی ایده اصلی فیلم رو آقای نولان از این سیتور سکویر گرفته که گفتم ترکیبی از 4-5 تا کلمه پالیندروم هستش. پالیندروم کلماتی هستن که هم به صورت عادی و هم برعکسش همون کلمه خونده میشن، و این اولین باری هم نیست که همچین چیزی توی فیلم استفاده شده. یکی از فیلم‌های مورد علاقه خود من که امروز خیلی راجبش صحبت خواهیم کرد در کنار فیلم تنت، فیلم Arrival هستش که چند سال پیش فکر کنم 2016 یا 2017 اکران شد، در مورد اولین ارتباط انسان‌ها با آدم فضایی هستش که دولت آمریکا میره از یک استاد زبانشناس دعوت میکنه بیاد که با این اساتید که با این آدم فضایی ارتباط برقرار کنه، زبونشون رو بفهمه. و اونجا هم اسم دختر لوئیس که شخصیت اصلی فیلم Arrival هستش، اسمش هاناست با اسپلینگ انگلیسیش HANNAH. و اونجا توی یکی از صحنه ها، حالا نمیخوام فیلم رو اسپویل کنم براتون چون یکی از فوق العاده ترین فیلم هایی که من تو عمرم دیدم و حتما بریم ببینین، ولی اونجا خانم لوئیس بانکس فکر کنم برای دخترش داره توضیح میده، میگه که اسم تو یک پالیندرومه، چون هانا رو چه از اول به آخر بخونی چه از آخر به اول بخونی یک معنی رو میده. و اتفاقا درون خود اون فیلم هم بحث زمان خیلی مهمه، چون بعد از این که خانم لوئیس بانکس زبان اون آدم فضایی ها رو میفهمه، به یه درک جدیدی از زمان میرسه، درکی که مسیر خطی زمان رو براش دیگه بیمعنی میکنه. چیزی به اسم گذشته و حال و آینده جدا از هم وجود نداره، زمان به عنوان یک مفهوم همه جا حاضر وجود داره، که خب حالا توی اون فیلم از همون استفاده میکنه که جلوی یک اتفاق سهمناکی رو هولناکی رو بگیره، که اتفاقا فیلم تنت هم باز از همین ایده داره استفاده میکنه که جلوی یک جنگ جهانی جدید رو به اصطلاح بگیره. پس اگر به این ایده پالیندروم، این ایده ای که چه از اول به آخر بریم چه از آخر به اول بیایم، اتفاقات یکیه و این اصلا یکی از مفاهیم اصلی فیلم تنته، میتونیم فیلم Arrival رو هم مشاهده کنین که میگم یکی از فوق‌العاده ترین فیلم هایی هستش که میتونین ببینین. اما در مورد فیلم تنت، خب همونطور که راجب اسمش که براتون توضیح دادم که از کجا اومده، که خب از اون پالیندروم اومده که چه از اول به آخر بریم چه از آخر به اول بیایم نتیجه یکسان خواهد بود، و خود همین میشه فلسفه فیلم، چون داخل داستان هم ما وقتی که حالا پروتاگونیستمون با نیل چند بار دارن راجب این بحث تنت و اینکه چه اتفاقی داره توی فیلم میفته صحبت میکنن، یکی از دیالوگ‌های پرتکرار فیلم اینه که اتفاقی که افتاده افتاده و نمیشه عوضش کرد، و خب همین باعث میشه که میگیم حالا چه پروتاگونیستی داریم که در مسیر خطی زمان خودش حرکت میکنه، چه یه شخصیتی به اسم نیل داریم که از آینده داره به سمت گذشته حرکت میکنه، نتیجه یکسان خواهد بود، نتیجه برای هر دوتاشون یکسان خواهد بود. اما اون فیلم تنت، حالا اسم فیلم تنت یه معنی دیگه هم میتونه داشته باشه، و اونم باز میگم از اون ایستر اگ های هستش، از اون چیزای مخفی هستش که حالا کارگردان توی فیلم میذاره برای کسایی که به صورت وسواس فیلم رو نگاه میکنن. اگه فیلم تنت رو نگاه کنین، اسم تنت رو نگاه کنین، میدونین که و خواهید دید که فیلم تنت ترکیبی از دوتا کلمه تن هستش، تن از این ور و تن از این ور، یعنی دوتا 10 دقیقه، یعنی همون کاری که شخصیت‌های داستان آخر فیلم انجام میدن، به دو گروه تقسیم میشن، دوتا گروه 10 دقیقه، 10 دقیقه وقت دارن برن اون به اصطلاح کاری کنن که اون الگوریتم اون دستگاه اینورتر منفجر نشه و دنیا به هم نریزه، و این 10 دقیقه، 10 دقیقه ای که از آینده داره رو به عقب میاد و 10 دقیقه ای که از زمان حال یا گذشته داره به سمت آینده میره،
باز وقتی به هم برسن همون فیلم تنت دوباره رخ میده، که خب خودشون هم با همین جستچر، با همین علامت نشون میدن به اصطلاح. این نکاتی راجع به عنوان فیلم تنت که خب صحبت کردیم که از کجا اومده، سیتور اسکوئر، اون کتیبه قدیمی. راجع به مفهومش هم گفتیم که خب مفهوم همین سفر در زمان، چه حرکت از زمان حال به آینده و از آینده به گذشته، و خب مفهوم دیگه‌ش هم اون عقیده و اعتقادی هستش که آدم‌ها دارن. و خب ما توی این داستان می‌بینیم که چه سیتور آنتاگونیست داستانمون و چه پروتاگونیست بینام داستانمون یک سری عقایدی دارن و دارن برای اون گرفتن اون عقیده و به کرسی نشوندنش به اصطلاح با هم دیگه دعوا میکنن. اما به خاطر اینکه برای کسایی که حالا شاید درک فیلم یه ذره براشون یعنی گنگ بوده براشون فیلم، اصلا بهتون بگم که چه اتفاقی میفته و سعی میکنیم مثل فیلم تنت باش برخورد کنیم. یعنی یه بار از اول به آخر فیلم بریم و یه بار سعی کنیم که برعکسش برگردیم که بتونیم این تایملاین های مختلف فیلم رو درک کنیم. بعدش حالا بعد از اینکه این بخش خلاصه تقریبا تموم شد، راجع به انتقادهایی که به فیلم نولان شده با هم دیگه صحبت میکنیم و خب سعی میکنیم جواب براش پیدا کنیم که آیا واقعا انتقادهای به جایی بوده، انتقادهایی که از فیلم نولان انجام شده، یا نه میشه واقعا توجیهش کرد اگر نقصی هم بوده، آیا میشه توجیهش کرد یا خیر. ببینیم فیلم تنت، اول از با فیلم جلو بریم، بعدش حالا یه بار برعکس هم براتون توضیح میدم. فیلم تنت از کجا شروع میشه؟ یه عملیاتی که بهش میگن اکستراکشن. حالا یه مامور آمریکایی یه جایی یه چیزی رو پیدا کرده، یه سری آمریکایی باید برن و هم ماموره رو نجات بدن، همون وسیله‌ای که قرار پیدا بشه، که حالا یه جعبه هستش که به اون جعبه میرسیم، یه جعبه فلزی کوچیک هستش. این اتفاق هم توی اپرا میفته، یک اپرایی توی کیف، که راجع به اهمیت اپرا هم براتون صحبت کردم که اپرا هم یکی از اون کلمات روی اون کتیبه سیتور هستش، یکی از اون به اصطلاح چیزا پالیندروم ها توی اپرا اتفاق میفته. حالا در لابلای این اتفاقی که توی اپرا میفته، خب اون ماموریت دوچار یکم مشکل میشه، میفهمن که این یه شخص اشتباهی رو آورده و اون شخص اصلی فرار کرده، اینو دستگیر میکنن، پروتاگونیست ما رو دستگیر میکنن. البته توی اپرا یه اتفاقی هم که میفته اینه که یه جایی که این میره بمبا رو جمع کنه که مردم بدبخت کشته نشن، یکی از نیروهای اصلی اون توی کیف که قصد ترکوندن اپرا رو داشتن، پروتاگونیست داستان ما رو میبینه، این اسلحه رو میذاره روی کلش و میخواد بکشتش، میگه بمبا رو همینجا ول کن. اما در همون حین شما اگه دقت کنین میبینین که یه تیر برعکس از این تیرای اینورتر از داخل پایه یکی از صندلی های اپرا برعکس میاد بیرون، اون ماموره رو میکشه و پروتاگونیست ما رو نجات میده. اونجا کسی که میاد این رو نجات میده جز گروه اصلی آمریکایی نبوده که بر اونجا تو ماموریت بودن، اما وقتی که اون ماموره میچرخه و دور میشه، ما روی کوله پشتیش یه بند نارنجی رنگی میبینیم. و اگر با قواعد داستانگویی آشنا باشین، حالا اینو من سر کلاسام به همه دانشجو معمولا میگم، اون بحث تفنگ چخوف که یکی از اصول داستان نویسی دقیقا به این میپردازه که وقتی که توی داستان دن یه تفنگی که روی چه میدونم دیوار هستش رو براتون توصیف میکنه، ما میدونیم که احتمالا یه اهمیتی داره. وقتی که حالا کریستوفر نولان توی این فیلم شلوغ میاد توی صحنه زوم میکنه روی اون بند نارنجی، دقیقا همونطور که بچه ها این گفتن، ما میدونیم که اون بند نارنجی قراره یه پیامی به ما بده، قراره مهم باشه برامون، ولی خب این صحنه تموم میشه. حالا باز میگم چون عملیات خیلی موفقیت آمیز نبوده، این آمریکایی دستگیر میشه، بعد حالا توی کیف میخوان اینو بکشن، ولی این یه سیانور میخوره که خودش رو بکشه. اما ما میفهمیم بعدن که این سیانوره که ساخت CIA بوده، یه مرگ فیک رو به وجود میاره. اینا این چیز ما رو نجات، پروتاگونیست ما رو نجات میدن. و حالا یکی از مامورین CIA میگه ببین تو از نظر ما مردی و از نظر بقیه هم مردی، ولی ما میخواییم تو رو به یه ماموریت جدیدی بفرستیم که جلوگیری کنی از جنگ جهانی سوم، که جنگ جهانی زمانی هستش، temporal،
میگه بحث نوکلیر اینا نیستش، بحث زمانه، به دست آوردن زمان. و برای اینکه با این ایده تنت آشنا بشه، یعنی سفر برعکس یا تعکیس بهش میگن، بازگشت زمان، یعنی زمان رو به عقب برات حرکت میکنه، اینو میفرستن پیش یه دانشمنده، یه خانومی هم اول با هم دیگه صحبت میکنن که این بهش یاد میده که یه سری آبجکت ها هستن که مسیر حرکتشون برعکسه. یعنی مثلا اگه تفنگ میخوای شلیک کنی، حالت عادیش گلوله از تفنگ میره به سمت شی، این گلوله ها برعکس میان چون مسیر حرکتیشون برعکسه. که خب بعد از این میگه که این از چه آلیاژی توش استفاده شده، شاید من بفهمم اینو کی درست میکنه. با تحلیل آلیاژ میفهمن که توی هند تولید شده، که خب پروتاگونیست ما میره هند، اونجا قراره با یه آدم مشهوری اونجا دیدار کنه، که خب ما با خانم پریا آشنا میشیم، اون خانم هندیه اونجا آشنا میشیم. خانم پریا بهش میگه، میگه من اینا رو میفروشم به یه آدمی به اسم آندره سیتور که یک اولیگارش روسی هستش، و تو اگه میخوای ببینی اینا رو برای چی میخواد باید بری اونو پیدا کنی، که الان هم تو انگلیسه چون یه همسر انگلیسی داره به اسم کت. ولی خب همینطوری عادی نمیتونی وارد بری و باش صحبت کنی، باید ولی من یه آدمی رو میشناسم، حالا مایکل کین هستش، که میره باش دیدار میکنه. مایکل کین بهش میگه، میگه ببین راه نزدیک شدن با آقای سیتور از طریق همسرشه کت، که یکی از کسایی هستش که آثار هنری رو ارزیابی میکنه، روش قیمت میذاره. قبلا یه اثر فیک رو این کارو کرده، شوهر خودش 9 میلیون دلار داده. به نظرم تو میتونی بری اینو بترسونی، بهش بگی که اگر منو با شوهرت آشنا نکنی که کارش دارم، بهش میگم که تو یه پینتینگ فیک، اسم اون نقاش که پینتینگ فیک رو کشیده چیه؟ آرپو، که باز یکی از اون کلمات داخل سیتور اسکوئر هستش، باز اونجا هم مهمه. که خب حالا این دوتا با هم دیگه دیدار میکنن. بعد پروتاگونیست داستان ما به خانم کت میگه که من اینو میدونم، اونم میگه خب چیه، خود شوهرم هم میدونه فیکه. که بعد بهش میگه خب چرا 9 میلیون دلار پول داده بابتش؟ میگه خب از این پینتینگ میخواد برای حق و سکوت و برای جدا کردن من از پسرم استفاده کنه. حالا بهش میگه که خب حالا این نقاشی کجاست تا من برم از بینش ببرم برات و تو خیالت راحت بشه. حداقل اینجا اولین نشانه های علاقه پروتاگونیستمون رو به کت و که همسر سیتور هستش مشاهده میکنیم. خانم کت بهش میگه، میگه توی یه سری از به اصطلاح فرودگاه های سراسر دنیا یه سری فریپورت هستش، مکانهایی که افراد معروف آثار هنری رو اونجا جابجا میکنن که دیگه مالیات ندن. ولی میگه، میگه ما هر 4-5 باری که در طول سال اونجا میریم خیلی سیتور به اون نقاشی توجه نمیکنه، انگار آثار هنریش مهم نیست. در نتیجه پروتاگونیست داستان ما با نیل میرن اونجا ببینن قضیه از چه قراره، یعنی چرا سیتور به اونجا علاقه داره. در نتیجه میرن اسلو، توی اون میرن توی اون فریپورت که ببینن اونجا چه اتفاقی داره میفته. که خب اونجا اولین باریه که پروتاگونیست داستان ما مواجه میشه با یک شخصی که حرکت رو به عقب داره. یعنی وقتی که با نیل وارد اون اتاق میشن، دو نفر از یه ماشین میان بیرون که یه نفرشون حرکتش برعکسه. بعد حالا اگر شما مثل من نولان رو دوست داشته باشین، قطعا وقتی که فیلماشو دانلود میکنین اون نسخه‌ای رو دانلود میکنین احتمالاً که مصاحبه‌های بازیگرا و کارگردان و اینا هم توش هست. یکی از چیزایی که برام جذاب بود این بود که توی اون بخش از فیلم 4 بار اون صحنه فیلم برداری شده. یه بار از تری از زاویه دید پروتاگونیست کت و شلوار پوش ما، در حالی که حرکتشون حرکت عادی زمان رو به جلوه. بعد این پروتاگونیست بدبخت باید چیکار میکرده؟ اون حرکات به اصطلاح رزمی رو به صورت برعکس هم یاد میگرفته. یعنی شما تصور کن، چون نولان گفته من اصلا دوست ندارم یه بار فیلم بگیرم بعد فیلم رو ریوایند کنم برعکس پخش کنم، میخوام که یه بارم اینا حرکت رو به صورت برعکس انجام بدن من ازشون فیلم برداری کنم. یعنی طرف توی یک صحنه اومده مشت رو که از نزدیک بدن خودش برده به سمت صورت طرف برده، دفعه بعدی که فیلم برداری کردن مشتش رو اینجا گذاشته اینو برعکس آورده. یعنی این دو بار. بعد یه بار از دید پروتاگونیست، حالا بعدا میفهمیم که اون کسی هم که داره باش دعوا میکنه اون پروتاگونیست ماست که از آینده برگشته،
یه بار از دید اون در به صورت حرکت خطی زمان و یه بار برعکس. یعنی اون صحنه که جز اولین صحنه هایی هم بوده که تو هفته اول فیلم برداری انجام دادن، 4 بار فیلم برداری شده. 2 بار از دید پروتاگونیست که تو شلوار پوش، 2 بار از دید پروتاگونیست داخل اون ماسک و اینا، و 2 بار رو به جلو خطی، سیستم خطی زمان، و 2 بار هم برعکس، که خب نشون میده که چقدر فیلم سختی بوده. اما خب بعد از اینکه این اتفاق میفته، خب اینا میدونن که موفق نشدن دیگه. در نتیجه برمیگردن پیش پریا. اونجا پریا همون خانم هندیه میگه که خب ما نتونستیم سیتور رو ببینیم. این هم میگه پس راه چارت اینه که بری پیش سیتور بهش بگی آقا تو دنبال اورانیومی، پلوتونیومی، من پلوتونیوم دارم و میدونم کجاست، من برات میدزدم، تو پولش رو بهمون بده. که خب بعدش میرن، حالا سیتور دیگه بهش اعتماد میکنه چون جونش رو نجات میده وقتی کت زنش اینو میندازه توی آب، و قرار برن توی استونی اونجا یه باکسی رو که اینا فکر میکنن پلوتونیومه بدزدن، اینو بده به سیتور که سیتور هم بهش پول بده. اما توی اون کار چیس، توی اون تعقیب و گریزی که توی اون هایوی که واقعا هم توی استونی اتفاق افتاده، تو شهر تالین اتفاق شده، یه بزرگی آزادرای رو ببنده به مدت چند هفته که اینا برن فیلم برداری انجام بدن، و اون ماشینایی هم که برعکس رانندگی میکنن واقعا برعکس دارن رانندگی میکنن ها. یعنی چند هفته، حتی خود نیل، خود رابرت پاتینسون چند هفته تمرین رانندگی دنده عقب کرده. یعنی اینطوری نیست که واسه فیلمو برعکس کرده باشن، نه، واقعا در حال رانندگی برعکس هستن ماشینای توی جاده اونایی که میان. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی اون کار چیس یه اتفاقی که میفته اینه که این اتفاق برای پروتاگونیست ما میفته که این میفهمه این باکسی که دنبالش هم پلوتونیوم نیست، چیزیه که شبیهش رو توی اپرا دیده. بعد ولی خب اینو میده به، میفهمن که کل برنامه‌شون رو میدونه آقای سیتور، یعنی حتی میدونسته که اینا نمیخوان اینو بهش بدن و اینو قایم کردن یه جایی. حالا از اینجا به بعد دیگه داستان فیلم شروع میشه و ما میفهمیم قضیه از چه قراره، چون برای بار اول ما سیتور و پروتاگونیست رو میبینیم توی 2 اتاق متفاوت. یکیش زمان به صورت عادی داره میگذره، توی یکیش زمان به صورت برعکس داره میگذره. خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که آقای سیتور یه تیر میزنه به همسر خودش کت، و چون علاقه پیدا کرده این پروتاگونیست داستان ما، میگه که وایسا من برم تو گذشته، چون میدونه الان سیتور میره اون باکسر رو پیدا میکنه، چون اعتراف میکنه میگه اون باکسر رو من بهت ندادم، جعبه خالی بهت دادم. میگه وایسا من از توی این ماشینش وارد این ماشینش بشم، این ماشینی که بهش میگن ترنستایل، که مسیر زمان رو عوض میکنه. یعنی وقتی که یک نفر وارد این ماشین میشه، اگر زمان به صورت عادی براش رو به آینده داره میره، حالا اگر وارد این ماشین بشی زمان برات رو به گذشته میره و میتونی بری گذشته. نیل بهش میگه، اینجا یکی از جملات مهم داستانه، میگه ببین اتفاقی که تو گذشته افتاده افتاده، به هر حال اون الان میره اونو میگیره و تو هم نمیتونی تغییری توی این ایجاد بدی، چرا میخوای توی وارد ماشین بشی؟ میگه خب دلیل بعدی اینه که میخوام کت رو نجات بدم که تیر خورده، شاید اگر ما بتونیم کت توی دنیای واقعی شاید 2-3 ساعت بیشتر زنده نمونه، اما اگر از ماشین ردش کنیم یه چند هفته میتونه زنده بمونه. حالا یه کاری کنیم که این زخمه که با تیر اینورتد هم بهش شلیک شده بتونیم نجاتش بدیم. اما نکته‌ای که میاد اینه که خب میگن خب چطوری میخوای برگردی؟ حالا خب تو ماشین مسیر حرکتی تو داره برعکس میکنه، قرار رو به گذشته بری، چطور میخوای دوباره برگردی به زمان حال که رو به آینده بری؟ که میگه همون هفته پیش بود که ما توی اسلو بودیم، رفتیم اونجا با اون 2 نفر دعوامون شد توی فرودگاه. میگه که دقیقاً وارد، برمیگردیم به 1 هفته پیش توی اسلو، وارد همون ماشینه میشیم، از اون ورش دوباره میایم پایین که دوباره رو به آینده حرکت کنیم. در نتیجه اینو با کیتو نمیدونم با نیل وارد این دستگاه میشن. حالا پروتاگونیست داستان ما اول میره که سعی کنه اون باکسر رو از به سیتور نده، ولی میبینه که واقعا نمیتونه تغییر بده و باکسه میفته دست سیتور. که توی فرودگاه اسلو رفته بودن
و اینجاست که پروتاگونیست داستان ما متوجه میشه که اون شخصی که داشته باش مبارزه میکرده توی قسمت اول داستان خودش بوده، خودی که از آینده برگشته بوده که با ماسکه. پس ما تقابل این دو نفر رو حالا اینجا داریم، کت و شلوار پوش که از گذشته داشته میرفته به آینده، و اینی که زمان براش برعکس شده و از آینده داشته به سمت گذشته میرفته. حالا اینا یه و بعد میبینیم که نیل اینو میدونسته. نیل وقتی که چون دو نفر با هم میان بیرون، یکیشون با نیل درگیر میشه، یه نفرشون با پروتاگونیست، ما یه جایی میبینیم نیل این کلاهش رو برمی‌داره و میفهمه پروتاگونیست ولش میکنه. به هر حال مسیر که عوض میشه، حالا چه اتفاقی میفته؟ میگن آقا ما بریم با پریا صحبت کنیم، چون باز ما اومدیم به گذشته، حالا از گذشته دوباره داریم میریم به زمان آینده. پروتاگونیست ما به آقای نیل میگه، میگه ببین نیل، اگر باز همینطوری عادی بریم جلو، چند روز دیگه پریا به من میگه که باز برم پیش سیتور بهش بگم که من پلوتونیوم دارم میتونم، و باز همین آش و همین کاسه. پس وایسا من قبل از این که به اون ملاقاتم با پریا برسم ببینمش که بهش بگم به من نگه، راجع به پلوتونیوم به من چیزی نگه. که خب پریا رو میبینن. حالا اینجا پریا براش توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. این مکالمه بین پروتاگونیست و پریا اینجای داستان کل داستان رو برای ما برملا میکنه که چیه. و اینجا مهمترین صحنه های داستان دقیقا اینجای فیلم اتفاق میفته، یعنی دقیقا وسط فیلم. چه اتفاقی میفته؟ پریا بهش میگه، میگه ببین داستان از این قراره، یک دانشمندی توی آینده یه ماشینی پیدا اختراع کرده که میتونه مسیر حرکتی زمان رو برعکس کنه، اما و میگه که میگه انقدر از این موضوع ترسیده که الگوریتم اون ماشین، الگوریتمی که اون ماشین رو فعال میکنه رو جرأت نداشته به صورت دیتای خام مخفی کنه. در نتیجه حالا به هر صورتی اومده الگوریتمی که این دستگاه رو به جریان میندازه رو چیکار کرده؟ تبدیلش کرده به چند شیء فیزیکی. بعد اینا رو حالا به روش خودش آورده تو گذشته. خب شخصی که تونسته اینورتر رو اختراع کنه قطعا میتونه بیاد تو گذشته. میگه که این اومده چیکار کرده؟ خب این دستگاه اینورتر رو اختراع کرده، بعد ترسیده که ازش سوء استفاده بشه، الگوریتم فعالسازی این دستگاه رو قایم کرده توی 5-6 تا آبجکت مختلف، اومده تو گذشته امن که همشون هم سایت های هسته‌ای هستن، اینا رو مخفی کرده چون میدونه اونجا مثلا ازش شدیداً مراقبت میشه، امنیتشون بالاست و کسی نمیتونه پیداشون کنه. یعنی داستان ما از آینده به گذشته شروع میشه. یه نفر دستگاهی ساخته که سفر به گذشته رو ممکن میکنه. بعد چون میترسیده که برای از بین بردن دنیا از این سو استفاده بشه، الگوریتم فعال سازی رو توی چند تا باکس مختلف، چند تا آبجکت شیء مختلف، 9 تا شیء مختلف ریخته، اینو توی 9 تا لوکیشن مختلف توی دنیا، امید که کسی دستش بهش نرسه و نتونن ازش سوء استفاده کنن. بعد میگه چی؟ میگه حالا این آیندگان، کسایی که با این ساینتیسته که در آینده این دستگاه رو میسازه در ارتباط بودن، نمیخواستن این الگوریتم رو از دست بدن. در نتیجه اونا هم برگشتن به گذشته، یه شخصی رو پیدا کردن به اسم آندره سیتور، بهش گفتن ما تکنولوژی رو نمیدونم، چون الان این دستگاهی که داره سیتور یه دستگاه محدودیه، یه سری چیزا رو میتونه فقط اینورت کنه، کل دنیا رو نمیتونه اینورت کنه. بهش گفتن یه سری امکانات بهت میدیم، پول بهت میدیم، نیرو بهت میدیم، تو برو این 9 تا چیزو برامون پیدا کن، این 9 تا آبجکت رو برامون پیدا کن. اوکی؟ حالا داستان ما اینه، یعنی داستان اینه که یه سری از آینده اومدن با آقای سیتور گفتن برو این کارو بکن. حالا آقای سیتور چرا قبول کرده که این کارو بکنه؟ خب تشنه قدرت که بوده. اما در مکالمه بعدی که بین کت و نیل و پروتاگونیست ما رخ میده، ما میفهمیم که آقای سیتور سرطان پانکراس داره که ترمینال هم هستش و قراره بمیره. و اینجا شخصیت اصلی داستان ما میدونه که داره میمیره، میگه حالا که من دارم میمیرم چرا بقیه زندگی کنن؟
من کل دنیا رو نابود میکنم با خودم. چطوری میتونه این کار رو انجام بده؟ با پیدا کردن اون 9 قطعه و منفجر کردنش، یعنی از بین بردن اون 9 قطعه با هم، که باعث بشه حالا که من دارم میمیرم، آقای سیتور داره میمیره، کل دنیا رو هم با خودش از بین ببره، یه حالت انتروپی برعکس رخ بده، کل زمان بلعیده بشه در خودش و کل دنیا نابود بشه. اینجا راجع به یک موضوع مهم دیگه هم صحبت میکنه نیل با پروتاگونیست ما. میگه خب الان که ما زنده ایم، مگه به این معنی نیست که احتمالا موفق نشده دیگه؟ چون اگر موفق شده بود و دنیا رو از بین برده بود، خب اولا آیندگانی وجود نداشتن که بخوان حالا برگردن و به ما، به این سیتور کمک کنن. پس آیا نمیشه نتیجه گیری گرفت که چون آیندهی وجود داره که یک شخص توی آینده تونسته اون دستگاه رو بسازه، به این معنیه که سیتور نمیتونه این انفجار، نمیتونه دنیا رو نابود کنه، پس ما چرا داریم خودمون رو اذیت میکنیم؟ اونجا نیل به یک داستان فلسفی اشاره میکنه، پارادوکس، که به این موضوع میپردازه. سفر کنی و پدر بزرگ خودتو بکشی، آیا همچین چیزی مقدوره؟ خب تو اگر به گذشته سفر کنی و پدر بزرگ خودتو بکشی، که اصلا پدر بزرگ نمیتونسته که فرزندی به دنیا بیاره که میشده پدر تو، و پدر تو هم نمیتونسته تو رو به دنیا بیاره. این پارادوکس فلسفی که توی فیلم هم بهش میگن جوابی براش وجود نداره، راجع به سفر در زمانه. حالا ایشالله اگر قسمت شد سعی میکنیم یه لایو هم بریم با اصلا موضوع سفر در زمان از دیدگاه فلسفه، ببین اصلا فلسفه‌های مختلف تا چه حد باش موافقن. ولی میگه این پارادوکس فلسفی، میگه بعد پروتاگونیست اینو ازش میپرسه، میگه که خب اینکه یه آینده‌ای وجود داره به این معنیه که خب سیتور موفق نمیشه دیگه، پس ما برای چی تلاش کنیم؟ که جواب این رو آخر فیلم میگه. نیل بهش میگه، میگه وقتی من بهت میگفتم آنچه که اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد، به این معنی نیست که تو دیگه همینطوری بشینی هیچ کاری انجام ندی. پس به این معنیه، به این معنی نیست که تو دست رو دست بذاری، به این معنی، به معنی انفعال نیست، تو باید تلاشت رو بکنی، اما اون اتفاقی که باید بیفته میفته. این توی فیلم اینترستلار هم بهش اشاره میکنه، اونجا اسم دخترش مرفه، قانون مورفی هم که دیگه شما میدونین، میگه که اون چه که قرار اتفاق بیفته قطعا اتفاق میفته، یکی از قوانین مورفی هستش، که خب باز اینجا هم بهش میپردازه. اما خب پس داستانمون این شد که حالا سیتور که خودش داره میمیره، میگه من میخوام بمیرم و کل دنیا رو هم با خودم از بین ببرم، و حالا میشن و اون مأموریت اصلی پروتاگونیست و نیل و کات میشه این که قبل از این که سیتور بیاد این الگوریتم نهته قطعه رو پیدا کنن و چیکارش کنن، جلوی این انفجار رو بگیرن و حالا محافظت کنن از اون 9 قطعه. در نتیجه ما وارد بخش پایانی فیلم میشیم، اونجا که دو گروه، یه گروه قرمز یه گروه آبی، اول لایو هم براتون توضیح دادم که اصلا فیلم تنت اگه یه از هم جداش کنین، یعنی دوتا تن، دوتا 10 دقیقه‌ای که از دو طرف به هم دیگه چسبیدن، یه 10 دقیقه‌ای که از 0 به سمت 10 میره و یه 10 دقیقه‌ای که از 10 به سمت 0 میاد، و این دقیقاً اون اتفاقیه که تو پرده پایانی داستان میفته، که دوتا گروه 10 دقیقه‌ای هستن. حالا یه نفرشون رفته دیده نمیدونم از کجا باید وارد اون هایپو سنتر بشن، هایپو سنتر اون جاییه که این 9 تا قراره با هم دیگه کنار هم قرار بگیرن، یه انفجاری رخ بده و حالا دیگه دنیا نابود بشه. میرن یه گروهی رفته دیده راه ورود به اون هایپو سنتر کجاست، چه اتفاقاتی قرار بیفته، بعد خودشونو اینورت کردن. حالا اینا چطوری تونستن خودشونو اینورت کنن؟ پریا، همون هندیه، خودش میگه، میگه برای مبارزه با آتش باید آتش داشته باشی، و منم به خاطر اینکه بتونم با سیتور مبارزه کنم این دستگاه های ترنستایل یا دستگاه های تعکیس برعکس کننده رو من خودم هم دارم. در نتیجه اون صحنه از فیلم از سربازا وایسادن دونه دونه وارد یه دستگاهی میشن که حالا یه چرخشی انجام میده، به خاطر اونه. یه عده رفتن دیدن، حالا اومدن به گروه قرمز، دارن این رو میگن که گروه قرمز از کجا وارد شو، چه اتفاقاتی قرار بیفته و چطور میتونی این کار رو بکنی. و در طول پرده پایانی داستان هم ما باز یه شخصیتی رو، اون بند نارنجیه رو باز دوباره میبینیم،
اونجا. و خب چرا؟ چون وقتی که پروتاگونیست داستان ما با آیوز اون سربازه بالاخره وارد اون هایپو سنتر میشن و حالا میخوان جلوی اون انفجار رو بگیرن، اونجا ما میبینیم که یه نفر هست که مرده رو زمینه، یعنی اون یه نفر از قبل اونجا بوده، یه بار قبلا اونجا بوده، که ما اونجا میفهمیم که نیل بوده که برای نجات جون پروتاگونیست یه بار خودشو معکوس کرده اومده، که وقتی دارن به سمت پروتاگونیست شلیک میکنن این کله خودشو بذاره جلوی یه چیز باز، یعنی محافظت کنه ازش. بعد یه بار دیگه ما نیل رو میبینیم که حالا باید بیاد در رو براشون باز کنه، که اگه اون مکالمه آخر تقریبا فیلمو یادتون باشه، پروتاگونیست که میگه خب میفهمه که اون بند نارنجی مال نیل بوده، بهش میگه کجا داری میری؟ میگه من مجبورم یه بار دیگه برم به گذشته و اون قفل رو برات باز کنم، چون هیچ گونه به اصطلاح کسی به اندازه من توی باز کردن قفل مهارت نداره، و اگه من دوباره برنگردم به گذشته که اون رو برات تغییر بدم، تو اون زیر میمیری. و بعد یه بار دیگه هم که حالا برمیگرده اینا رو با ماشین میکشه بیرون. یعنی اون نیل توی اون بخش پایانی فیلم تقریبا دو سه بار میره توی گذشته که این پروتاگونیست و اون سربازه رو نجات بده. و خب وقتی ما فهمیم که در واقع این خود پروتاگونیست بوده توی آینده که رفته نیل رو به استخدام خودش درآورده که این چند بار بیاد گذشته و به ما کمک کنه. خب حالا این رو چطوری درک کنیم؟ این یکی از انتقاداییه که به فیلم میشه، که خب ما در واقع داستان فیلم، داستان این مأموریت ما تو آینده شروع میشه، نه تو اونجایی که ما باهاش اومدیم. یعنی چی؟ یعنی داستان فیلم ما، چشمن لایو رو حتما توی پیج میذارم، حالا ویدیوشو میگیرم توی سایت، گذاشته باشم، اما لایو رو هم توی همون اینستاگرام براتون پابلش میکنم که حالا اگر بعدا خواستین نگاه کنین. اما اگه یادتون باشه من بهتون گفتم، که خب حالا من داستان و حالا اتفاقات فیلم رو یه بار از زمان عادی فیلم با فیلم جلو میریم، ولی الان بیایم اتفاقات فیلم رو برعکس بهش بپردازیم. ما توی آینده، فرض کنیم ما توی یه آینده ای هستیم که حالا توی این آینده ما میدونیم همچین خطری وجود داره، درسته؟ ما میدونیم که همچین خطری وجود داره. پروتاگونیست داستان ما در واقع در آینده هستش که میاد نیل، حالا خیلی نشانه هایی هم وجود داره که نیل همون پسر کته، کت هم علاقه به پوشیدن کوله پشتی داره، پروتاگونیست داستان ما هم که دیگه واقعا عاشق کت شده و کمکش میکنه، اون تلفنه رو هم بهش میده، میگه در آینده، پاسترتی، اسم فیلم آینده رو اسمشو پاسترتی میذاره، میگه هر وقتی احساس خطر کردی یه تماس بگیر من میام فورا. ما میبینیم که داستان فیلم در واقع در آینده شروع شده، یعنی اینا توی آینده این نشانه هایی رو داریم در خود زمان حال که اینا قبلا همدیگه رو میشناختن. یادتونه اولین باری که پروتاگونیست داستان با نیل آشنا میشه، به اون توی یه لابی یه هتل نشستن، اونجا خب حالا به این بحث دنیای موازی هم خواهم پرداخت وقتی که راجع به انتقاداتی که به فیلم میشه صحبت میکنم، اما این بخش رو توضیح بدم بعد دیگه میریم توی تحلیل فیلم. حالا نمیدونم لایو اینستا مثل قبل یه ساعته یا بیشترش کردن سه ساعت، اما اگر قد شد دوباره من حالا یه لایو جدید رو شروع خواهم کرد. اما نکته که میخواستم بهش بگم اینه که دقیقاً حامد، اونجا مشخص میشه که خب اینا قرار کجا همدیگر رو دیدن. اگه یادتون باشه میگم توی اون صحنه اول، ملاقات اول پروتاگونیست و نیل، وقتی که میخواد نوشیدنی سفارش بده، نیل پیش قدم میشه میگه من فلان نوشیدنی رو میخورم، برای اینم یه دایت کوک بیار، یه نوشابه رژیمی بیار به اصطلاح. بعد تعجب میکنه پروتاگونیست، یه لحظه تعجب میکنه، بعد نیل بهش میگه که میگه من میدونم که تو وقتی در حال انجام مأموریتی نوشیدنی الکلی نمیخوری. بعد میگه نه خب من شاید میخواستم که مثلا میگم یه لیوان آب بخورم. میگه نه اصلا مطمئنم که تو فقط
دایت کوک میخواستی بخوری. یعنی توی ابتدای فیلم ما نشانه هایی داریم از این که نیل و بعد پروتاگونیست بهش میگه، این فکر میکنه که رفته تحقیق انجام داده راجع به این پروتاگونیست داستان ما، میگه به به تکالیفت هم که انجام دادی، یعنی تحقیقت هم که انجام دادی راجع به من. اما آخر داستان ما این رو به یاد اونجا میفهمیم که نیل و پروتاگونیست خیلی وقت در آینده همدیگر رو میشناسن. حالا میگم اگه از اون طرف به قضیه نگاه کنیم، یعنی فیلم رو از آینده بیاییم به سمت گذشته، خب میتونیم بگیم که آشنایی پروتاگونیست و کت و بچهش که حالا احتمالاً همون نیله که داره بزرگ میشه، باعث این شده که مثلا پروتاگونیست به نیل بگه برو دانشگاه فیزیک بخون، ما میخوایم روی همچین مقوله‌ای کار کنیم چون باید برگردیم به گذشته یه سری کارا رو انجام بدیم که از این جنگ جهانی سوم جلوگیری کنیم. خب این دوتایی که با هم بودن خب همدیگر رو میشناسن و قطعا میشه از این سمت هم بهش نگاه کرد. و اون دیالوگ آخر داستان بین نیل و پروتاگونیست دقیقا همینه، میگه ببین این برای من و تو دوتا مقوله متفاوته، برای یه نفرمون شروع یک دوستیه که پروتاگونیست ماست که داره میره توی آینده که با کت باشه، با اون بچه باشه، بزرگ بشه، اینو پرورش بده، ولی برای نیلی که از آینده مسیر حرکتش برعکس از آینده داره به سمت گذشته میره، اونجا دیگه پایان نقطه تلاقی دو نفره چون مأموریتشون رو به با موفقیت انجام دادن. بریم راجع به این موضوع یکم با هم دیگه صحبت کنیم. خب این میشه اتفاقات داستان. راجع به دوتا موضوع الان میخوام صحبت کنم که دوتا از نقدهایی هستش که به فیلم آقای کریستوفر نولان داشتن، راجع بهش صحبت میکنیم و بعد به این نقد خواهیم پرداخت که آیا واقعا نقدها درست بودن یا اینکه نه میشه جوابی براشون پیدا کرد. دوتا اتفاق که میفته، اتفاق اول به علم پشت فیلم نامه گیر دادن، یعنی گفتن که خب این فیلم نامه از نظر علمی این ساینس و علم پشتش چیه، دقیقا بر چه اساسیه. ببینین و خب یه جورایی تقصیر خود نولان هم هستش این گیری که بهش دادن سر فیلم تنت. تقصیرش چی بوده؟ روی فیلم اینترستلار که براتون صحبت کردم، یکی از نکاتی که خیلی اونجا مطرح میشه، دقیقا بهش میپردازیم، مرسی، اصلا بحث خطی نیستش اینجا. حالا این رو با اشاره به فیلم اینترستلار و اشاره به فیلم Arrival براتون توضیح میدم که حالا اصلا مسیر زمان اتفاقات داستان رو چطور باید بررسی کنیم. یکی از نکاتی که بهش گیر میدن اینه که خب همچین چیزی اصلا ساینتیفیک و علمی نیستش. و خب دلیلش هم اینه، میگن نولانی که برای فیلم اینترستلار اون همه محاسبات عددی انجام داد که بتونه مثلا یک رندر خیلی دقیق از سیاه‌چاله رو به وجود بیاره، یک مشاوری که استاد دانشگاه بود کیپ تورنو آورده که در تمامی مراحل حضور داشته، آیا نمیباید برای این فیلمش هم یک کانسپت کاملا علمی اثبات شده رو میآورد؟ که خب میتونیم قطعا اینو بگیم که وقتی که ما یک فیلم رو داریم نگاه میکنیم، قطعا لازم نیست که اتفاقات درون فیلم با منطق دنیای خود ما سازگار باشن و اتفاقاتی که توی فیلم میفتن توی دنیای ما هم قابلیت اتفاق افتادن داشته باشن که ما اونا رو قبول کنیم. و بعضی وقتا این همون ایدهیه که میگم بسیاری از منتقدین، باز اینو سر کلاسای دانشگاه بچه های ادبیات میخونن، بهش میگن willing suspension of disbelief، یعنی شما به صورت ارادی اون شکت رو به منطق داستان بیخیال میشی، میگه حالا فرض بگیریم که واقعا یه چیزی به اسم سوپرمن وجود داره، فرض بگیریم حالا مثلا یه چیزی به اسم بتمن و جوکر وجود دارن، یعنی خودمون به صورت آگاهانه میایم چیزای غیر منطقی داستان رو میگیم حالا بیخیال شیم ببینیم پیام فیلم چیه. میشه برای فیلم تنت همینو در نظر گرفت، هرچند آقای کیپ تورن اون استاد دانشگاه که گفتم سر این پروژه هم حاضر بوده، ولی خب فیلمنامه ای نبوده که بشه روش خیلی ساینتیفیک بحث کرد. اما مقوله‌ای که آقای نولان بهش میپردازه چیه؟ بحث همین زمانه که آیا زمان یک
مقوله خط، یک سفر خطی هستش که مثلا شما از نقطه A به نقطه B و بعدش C و همینطوری تا آخر برین، یا حتی برعکسش، از فرض کنیم نقطه آخرمون Z هستش، حالا از Z برعکس بیاین رو به A، یا اینکه نه زمان گذشته و حال و آینده و همه اینها مثل یه گوی و اتفاقی که مثلا توی سیاه چاله میفته به صورت همزمان وجود دارن. ما برای اینکه این سوال رو جواب بدیم میتونیم از فیلمای دیگه خود نولان استفاده کنیم و یا از فیلمای دیگه که توی همین لایو هم راجبش صحبت کرده. اگر بخوایم از خود فیلم اینترستلار شروع کنیم که اونجا میفهمیم که زمان یک مفهوم خطی رو نداره. اونجا اگه یادتون باشه یه دیالوگی هست که یکی از دانشمنده اونجا داره برای شخصیت اصلی ما با بازی متیو مکانهی توضیح میده که اصلا یک سیاه‌چاله چیه و سیاه‌چاله چطور میتونه زمان و مکان رو یه جورایی دستخوش تغییر قرار بده. حالا خب من سواد فیزیکی آنچنان بالایی که ندارم، ولی یادمه که روی یک تکه کاغذ بود، روی یک تکه کاغذ میاد دو تا نقطه میذاره، میگه ببین مثلا رفتن از نقطه A به نقطه B شاید مثلا یه نقطه اینجاست بعد یه نقطه اینجاست، رفتن از این نقطه به اون نقطه شاید صدها سال طول بکشه، اما یک سیاه‌چاله که توش محور زمان دوچار دستخوش شده، زمان و مکان، یک به اصطلاح یک ویو، یک موجی در منحنی زمان و مکان ایجاد میکنه که این دوتا اینطوری بیفتن رو هم. و خب شما اگه بیفتن رو هم میتونید خیلی سریعتر از نقطه A به نقطه B برسید بدون اینکه اون زمان رو طی کنی. این بحث خطی نبودن زمان توی فیلم تنت هم وجود داره. اما یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که برای درک بهترش بهتره به همون فیلم Arrivalی اشاره کنیم که گفتم که از فیلم‌های مورد علاقه من، اگه ندیدین حتما ببینین. اونجا همینطوریه. ببینین ما اول داستان اونجا یه استاد دانشگاهی رو می‌بینیم که داره داستان زندگی خودش رو با تکنیک ادیتینگ می‌خواسته با ما بازی کنه. راجع به مرگ دخترش صحبت می‌کنه برامون. خب راجع به مرگ دخترش اول فیلم که ما میبینیم که این دخترش نمیدونم فکر کنم سرطان گرفته میمیره و خب همون اول اول اون حس همزادپنداری ما برانگیخته میشه. اول داستانم میگه این شروع داستان زندگی توه، به بچهش داره خطاب، به بچهش یه جوری داره میگه این شروع داستان زندگی توه. اما وقتی که به اون بخش از داستان میرسیم، میگم داستان در مورد یه سری آدم فضایی که اومدن میخوان با انسان‌ها ارتباط برقرار کنن و حالا دولت آمریکا اومده از یک زبانشناس معروف کمک خواسته که بیاد زبان اینها رو بفهمه که بتونه باشون ارتباط برقرار کنه. حروفی هم که اینا به کار میبرن آدم فضایی همش دایره‌ای شکله، اصلا خطی نیستش. زمانی در تقریبا پرده پایانی فیلم که خانم لوئیس بالاخره رمزگشایی میکنه از زبان این آدم فضایی ها، یهو دید جدیدی به زمان پیدا میکنه، دید جدیدی به زمان پیدا میکنه و یهو میفهمه که زمان همونطور که آدم فضایی ها میخواستن بهش یاد بدن مفهوم خطی نداره. اینطوری نیست که از گذشته به سمت آینده بریم. همه اینها در کنار هم مثل اون حروف الفبای دایره‌ای شکل آدم فضایی ها به صورت همزمان در کنار هم وجود دارن. اونجا ما تازه میفهمیم که خانم لوئیس تا این بخش از داستان مجرد بوده، اصلا متأهل نبوده و اصلا فرزندی نداشته و اونجا با یک فیزیکدانی که اینو هم دولت آمریکا آورده بوده که با کمک هم دیگه با آدم فضایی ارتباط برقرار کنه، اونجا تازه عاشق این میشه. یعنی ابتدای داستان ما در واقع انتهای زندگی بچهش بوده، چون بچهش میمیره، و انتهای فیلم ما تازه شروع عاشق شدن لوئیس بانکس بوده که حالا تازه عاشق بشه، با این یارو ازدواج کنه و بعد بچه دار بشن. خب پس اونجا پایان داستان اینطوری رخ میده که لوئیس حالا به درک جدیدی از زمان رسیده، میتونه زمان رو به صورت حال و آینده و گذشته رو همزمان با همدیگه داشته باشه. اولا میاد از این استفاده میکنه برای چی؟ چیزی که اون فیلم رو فوق‌العاده میکنه، برای جلوگیری از نابودی دنیا. چرا؟ چون فکر کنم دولت چینه که به این اعتقاد نداره، میگه من میخوام این سفینه ی آدم فضایی که اومدن رو من میخوام نابود کنم. بعد این
قهرمان داستان ما باید به چینیا بفهمونه که آقا این آدم فضایی که اومدن قصد بدی ندارن، اینا اومدن به ما کمک کنن چون در آینده به کمک ما نیاز دارن، میخوان به ما یاد بدن که زمان حال و گذشته و فلان اینا همه در کنار هم وجود داره. خواهش میکنم منفجرش نکنین اون سفینه فضایی رو. چطور این اتفاق رخ میده؟ با رجوع به آینده. باز میگم رجوع به آینده، ما چون سیستم خطی تو ذهنمونه اینو میگیم، وگرنه برای اون وجود داره. لوئیس بنکس یهو یادش میاد که در یادش میاد، remember یعنی انگار یه خاطره است، ولی یادش میاد که تو آینده یه مکالمه ای با این نمیدونم رئیس جمهور چینه چیه داشته که این رئیس جمهور چین یه چیزی رو در گوش خانم لوئیس میگه، یه رازیه که هیچ کسی نمیدونه. و حالا اگر این راز رو پروتاگونیست داستان ما لوئیس بتونه به اون رئیس جمهور چین بگه، چین منصرف خواهد شد و دیگه اون چیز رو منفجر نمیکنه. پس هم از این جنبه میاد کمک میکنه به حفظ دنیا و از بین نرفتنش، و هم از یک جنبه شخصی با یه تصمیم خیلی سخت مواجهه. چرا؟ چون عاشق چی شده؟ عاشق این فیزیکدانه شده، میخواد باهاش ازدواج کنه، ولی چون دیگه آینده رو میبینه، spoiler alert اگر فیلم رو ندیدین گوشاتون رو بگیرین یا فعلا بیخیال شین، به این نتیجه میرسه که اگر با این ازدواج کنه یه بچه‌ای به دنیا میارن که اون بچه‌شون قرار مریض بشه و مریضیش لاعلاجه و قرار بچه‌شون بمیره. و حالا لوئیس باید یه تصمیم بزرگ بگیره که آیا عشقش رو ابراز کنه، ازدواج کنه، بچه دار بشه و بچه‌شو از دست بده یا نه. چون میدونه که انتها چیه، باعث رنج خودش نشه، چون میدونه که در انتها بچهش قراره بمیره، از همین اول جلوی عشقش رو بگیره. که میتونیم برای توصیف این از همون جمله نیل استفاده کنیم، چیزی که اتفاق افتاده اتفاق افتاده، یا جمله فیلم اینترستلار، چیزی که قرار باشه اتفاق بیفته قطعا اتفاق میفته. و اونجا لوئیس تصمیم میگیره که عشقش رو ابراز کنه به اون فیزیکدان و با هم ازدواج کنن و برن جلو بچه دار بشن و بچهشون بمیره، و خود همین باعث میشه که شوهره جدا بشه ازش. اما خب این به چی برمیگرده؟ آیا یک فیلمساز وقتی که یه همچین ایدهی رو مطرح میکنه همینطور علکیه یا نه یه پیامی هم پشتش داره؟ من داخل سایت خودم یه مطلبی راجع به همین نوشتم، دقیقا فیلم Arrival نوشتم. این برمیگرده به یک فلسفه‌ای که ما توی نظرات آقای نیچه بهش میرسیم، نظریه‌ای که بهش میگن آمورفاتی، عشق به سرنوشت. آقای نیچه میگه که فرض کنین شما یه نصف شب توی اتاقتونین، بعد یه موجود ماورایی میاد، حالا دستشو میذاره رو شونه شما و میگه ببین من یه تلسمی رو انتقال دادم به تو، و تلسم هم اینه که تو میتونی زندگی تو 100 بار دیگه زندگی کنی، ولی تمامی رنج‌ها و اتفاقات بدی که برات افتاده بازم در همون لحظات همون اتفاقات بد برات خواهد افتاد. تو چی کار میکنی تو اون موقع؟ آیا قیام میکنی بر علیه اون موجود ماورایی به اصطلاح، یا نه باز هم زندگی تو با تمام بدیهایی که داره قبول میکنی؟ و اینجا دقیقا فلسفه نیچه رو ما توی این فیلم میبینیم. کسی که درد آیندهش رو میدونه، میدونه که قرار بچهش به جگرگوشش بمیره، ولی باز هم سرنوشتش رو قبول میکنه. سایت همون اسم خودم arashrahmani.ir، اونجا برین توی قسمت سرچش Arrival رو به انگلیسی بنویسین، A-R-R-I-V-A-L، اونجا میتونین نقد فلسفی اون فیلم رو بخونید. اما اون اوبرمانش، اون سوپرمن، اون مرد، اون انسان بزرگ از دید نیچه کیه؟ تعریف اوبرمانش نیچه چیه؟ اوبرمانش، سوپرمن، نمیدونم، انسان متعالی، کسیه که با وجود تمامی درد و رنج هایی که در زندگی براش پیش خواهد اومد، حاضر بشه بیاد از اول دوباره اون درد و رنج ها رو تحمل کنه. ما اینجا توی فیلم Arrival دقیقا این رو میبینیم که خانم لوئیس تبدیل میشه به یک اوبرمانش،
که حاضر با تمامی درد و رنجش بره اونو چیز کنه، بفهمه و درکش کنه، دوباره اون دردها رو دوباره تجربهش کنه با پوست و استخون. اینو برای چی بهتون گفتم؟ برای اینکه خب بگم که زمان یک مفهوم خطی نیست توی این نوع فیلم ها. این فیلم ها میخوان اینو به ما بگن که گذشته و حال و آینده به صورت همزمان وجود داره. پس برای درک فیلم تنت توی فیلم هم میگه تلاش نکن اونو بفهمی، حسش کن. میتونیم اینطوری بگیم که فیلم تنت زمان گذشته و حال و آینده در این حال وجود داره. همزمان پروتاگونیست ما توی گذشته است و همزمان در آینده داره نیل رو آماده میکنه که بیاد گذشته بهش کمک کنه و این کنار هم وجود داره. این حالا به چه فلسفه‌ای میپردازه؟ فلسفه جبر و اختیار، فلسفه جبر و بله ابر انسان، فلسفه جبر و اختیار که اتفاقا ما توی این اثر هم داریم که آیا ما در دنیای زندگی میکنیم که دارای جبر مطلقه یا نه انسان ها اراده دارن، که خود همین اثر هم اثر تنت هم بهش اشاره میکنه. یعنی اثر تنت هم به این موضوع میپردازه که آیا انسان ها اختیار دارن یا نه جبره. و این یکی از نقاط ضعف داستانه. یعنی فیلم به صورت 100%، البته آقای نولان اصلا معروفه به این که هیچ وقت جواب 100% نمیده. آخر فیلم اینسپشن شما نمیدونین اون چیزی که داره میچرخه آیا افتاد و یا نه و دنیای واقعیه یا نه به چرخش خودش ادامه میده و توی رویاست، کاب توی رویاست. که خب اینو اول چیز بهش اشاره کردیم که فیلمساز مؤلفیه، بهش میگن اوتور. اوتور نه به معنی آثر نویسنده، اوتور فیلمساز مؤلفیه که خب ایده های خودشو داره و میخواد یک سینمای مخصوص خودشو داشته باشه. اینو اگه اول لایو رو نگاه کنید دقیقا به این صحبت کردیم که اصلا فلسفه فیلمسازی نولان چی هستش. فلسفه فیلمسازی نولان میگم ترکیب ژانرهای عامه پسند با مفاهیم فلسفی مثل هویت، زمان و عشق هستش. دقیقاً فیلم دژاوو. یه فیلم دیگه هم هست، گراوند هاگ دی. البته اون یه حالت کمدیواری هم داره. اگر فیلم گراوند هاگ دی رو ندیدین میتونید باز اونم ببینین. راجع به یه آدمیه که از یه شهری بدش میاد، خبرنگاره، میفرستنش اونجا که بره از یه اتفاق سالانه اونجا فیلم تهیه کنه. بعد این خب نسبت به همه بد اخلاقه، نسبت از همه بدش میاد، به یه دید تحقیری بهشون نگاه میکنه و اتفاقی که براش میفته اینه که صبح روز بعد که بیدار میشه از خواب، باز همون روزه، یعنی فرض کنید روز 10 سپتامبر، باز 10 سپتامبره و این شاید نزدیک چند سال توی اون یک روز توی اون لوپ گیر کرده تا بالاخره به درک جدیدی از دنیا میرسه. باز فیلم گراوند هاگ دی هم آفرین با بازی بیل مری، یکی از فیلم‌های خیلی قشنگی است که حالا میتونید ببینین. اما میگم این بحث نولان، یکی از ایراداتی که بهش میگیره اینه که خیلی جدی به این موضوع نپرداخته. اگر ما فری ویل داریم خب چطوریه؟ یعنی چطور میشه روی دنیا این خودش رو نشون بده؟ اگر دنیای جبر اونطوری که میگم اتفاقی که افتاده خب چه نیازی هست به تلاش؟ که البته میگم اون دیالوگ پایانی نیل که به پروتاگونیستمون میگه وقتی من بهت میگم آنچه که اتفاق افتاده به این معنی نیست که تو دست روی دست بذاری، تو باید باز تلاشتو بکنی. اما شاید دقیقاً نتونی به اون چیزی که میخوای برسی، ولی خب باید تلاشت رو بکنی. حالا اونچه که قرار اتفاق بیفته اتفاق خواهد افتاد. ولی باز میگم سوالای زیادی میپرسن، اینکه خب تو اگه میتونی به گذشته برگردی و گذشته رو تغییر بدی دقیقا چند بار میتونی این کارو بکنی؟ تا کی میتونی ادامه بدی؟ انقدر میتونی برگردی به گذشته تا بالاخره یه تغییری بدی که آینده از یه مسیر دیگه ای اتفاق بیفته؟ چون ما مثلا نیل رو میبینیم که تو پرده پایانی داستان 3 بار برمیگرده حداقل. یه بار برای نجاتش از اون شلیکی که بهش میکنن، نجات پروتاگونیست، یه بار برای باز کردن اون در که بتونن وارد بشن و اون جسم 9 تکه‌ای رو بدزدن و نذارن منفجر بشه، یه بارم به خاطر اینکه بره اینا رو با ماشین بکشه بیرون.
یعنی سه بار اتفاق میفته، سه بار برمیگرده به گذشته نیل. خب چند بار میتونه این اتفاق بیفته؟ و خب یه بحث فلسفی فیزیکی دیگه هم که خیلی بهش ایراد میگیره اینه که واقعا چیزی به اسم ریورس انتروپی نداریم، یعنی چیزی که بتونه کل مسیر دنیا رو عوض کنه. ولی باز میگم این نقدا رو زمانی شما میتونید انجام بدین که خود نولان بیاد ادعا کنه که فیلم من یک فیلم 100% ساینتیفیکه، 100% علمیه. پس شما راجع به فیلمسازی که خودش هیچ گونه ادعایی بر این نداره، خب قطعا گیر دادن بهش که همچین چیزی علمی نیستش شاید خیلی کار درستی نباشه. اما نکته دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم و نقد کردن آقای نولان رو اینه که ما شخصیت پردازی نداره فیلم. یعنی شخصیت پردازی، ما شخصیت دوست داشتنی نه به معنی که lovely باشه، نه، شخصیتی که توانایی همزادپنداری باهاش رو داشته باشیم توی این فیلم نداریم. پروتاگونیست هیچ وقتی برای ما مهم نمیشه که من به سرنوشتش اهمیت بدم. کت که انقدر میگه وای بچم وای بچم وای بچم، هیچ گونه اینتراکشن یا تعامل مینینگفول و با معنایی با بچهش نداره که من بدونم این برام مهمه. ما توی فیلم Arrival اول داستان رنج یک مادر رو میبینیم که دخترش رو از دست داده. همون اول داستان یه قفل میشه ذهن ما رو این موضوع که ما با یک مادر سینگل طرفیم، چون پدر رو نمیبینیم اول فیلم، که بچهش دچار مریضی شده متاسفانه مرده. یعنی این حس همزادپنداری ما برانگیخته میشه. سرنوشت لوئیس برامون مهمه، اما توی فیلم تنت چی؟ آیا مثلا شخصیت اصلی داستان که حتی اسمی هم نداره و با همون اسم پروتاگونیست قهرمان داستان شناخته میشه، خب ما چطور باید؟ رضا جان الان بهش میپردازم. آره دقیقا، خیلی خیلیش از اینجا نشأت میگیره که خب فیلم میخواسته یک مثل یک فیلم کلاسیک اسپای باشه که حالا مثلا اونجا خیلی دونستن اسامی برای ما مهم نیست. اما میخوام به این موضوع بپردازم، نمیخوام از کار نولان دفاع کنم، اما خیلی ها میان نولان رو متهم میکنن به اینکه لیزی بود، تنبل بوده، حوصله نوشتن همچین چیزی نداشته. من تا یه حدی با این موافقم، چون حتی درون یکی از بهترین فیلماش، فیلم اینسپشن، که بار احساسی خیلی بیشتری داره، درگیری کاب با همسرش مال و جدا شدنش از بچه‌هاش بار احساسی شدیدی داره، باز اونجا هم به عقیده خیلی از منتقدا به جای اینکه بیشتر روی اکشن، روی رابطه کاب با مال تمرکز کنه، بیشتر روی اکشن تمرکز میکنه. یعنی میتونست کل فیلم رو اختصاص بده به روابط درهم تنیده مال و کاب. و خب همین اتفاق توی باز حتی توی اینترستلار هم هستش. ما چند تا اینتراکشن خیلی ضعیف داریم بین متیو مکانهی و بچهش، ولی خب باز همونم میتونه کمک کنه که حالا چون از بچهش جدا شده برای یک مأموریت، خب ما درک میکنیم چرا بعد سالها وقتی میشونه اون نمیدونم 10 سال ویدیو رو میبینه پشت سر هم یه دخترش داره بزرگ شده و براش پیام فرستاده، گریه مکانهی رو ما درک میکنیم اونجا، چون بار احساسی رو داشته، حالا هر چند کم. اما توی این فیلم چی؟ خب من چرا داستان ما میاد، یا اینکه چه بلایی سر کت میاد وقتی این میگه بچه‌م؟ خب چرا فیلم نشون نمیده بار احساسی این بچه رو؟ خب بچه که ما میدونیم که پدرش اینو جدا کرده، اما خب یه دو سه جایی باید به ما نشون میداد که چه میدونم بچه دلش برای مادرش تنگ بشه، اینو صف بغلش کنه، وای نمیدونم مامان منو تنها نذار، تو رو خدا با هم بیا وقتی میخوایم بریم اون چه میدونم یه پرفورمنسی رو ببینیم. ما همچین چیزایی رو توی این فیلم نداریم. اما به نظر من خب راجع به فیلم ممنتو هم آره باز صحبت کردیم اول داستان، باز اونه کسی که حافظه کوتاه مدت نداره و حالا از طریق عکس و نمیدونم تتو و اینجور چیزا میخواد به گذشته خودش برسه. اول لایف راجع به اونم یکم صحبت کردیم، اما راجع به این موضوع صحبت کنم الان که خب آیا میشه جوابی برای این قضیه پیدا کرد؟ ما میدونیم که اتفاقاً چی بهش میگن؟ نیم سمبولیزم، یعنی سمبولیزم اسمی، خیلی برای آقای نولان مهمه. من خود همه اول لایف اشاره کردم که چقدر اسمهای شخصیت داستان این، یعنی از سیتور بگیرین تا خود فیلم تنت،
تا روتاس اون شرکت سازنده اون والت ها، تا نمیدونم اپرا که توی همون سیتور اسکوئر هستش، تا آرپو. خب وقتی اینها همه وجود داره، چرا نیومده شخصیت اصلی داستان رو داشته باشه؟ حتی مثال دیگه، من بهتون گفتم ما توی فیلم اینترستلار اسم بچه چیه؟ مرف، که به قانون مرفی اشاره میکنه. و دیگه بهترینش توی فیلم اینسپشن، توی فیلم اینسپشن اسم شخصیت اصلی داستان چیه؟ کاب. کاب از چی میاد؟ از خواب، دقیقا از همونجا میاد. بعد اسم اون یارو که میرن توی مراکش بهش میگن یه چیز برامون تولید کن، یه پوشن، یه مادهی برامون تولید کن که ما اینو میخوریم خوابمون سنگین بشه، اسمش چیه؟ اسمش یوسفه، اشاره به داستان حضرت یوسف. بعد اسم زنش چیه؟ مال. مال توی فرانسوی M-A-L یعنی یه چیز بد، یه چیز مضر. ما میدونیم که مال توی آنکانشس کاب گیر کرده و هی باعث به وجود اومدن مشکل میشه. اسم اون دختره چیه که میارنش برای طراحی هزار تو؟ اسمش آریادنی هستش. آریادنی توی اسطوره شناسی یه شخصیتی بوده که به کمک یکی دیگه از شخصیت‌های اساطیری میره. اتفاقا یه شخصی که از شخصیت‌های اساطیری توی، اسمش یادم نمیاد، توی یک هزار تو گیر کرده. بعد این آریادنی یه دختریه، یه دختر بچه‌ایه که مسیر هزار تو رو بلده. میره به خاطر اینکه به این شخصیت اسطوره‌ای کمک کنه، با نخ قرمز براش راه رو مشخص میکنه که این بتونه نجات پیدا کنه. و توی اون داستان هم آریادنی، توی فیلم اینسپشن هم آریادنی که طراح میزه، اولا این لباس قرمز میپوشه و کسی هم هست که میخواد به کاب کمک کنه که از این هزار توی ذهن آنکانشس خودش که زنش اونجا هست خلاص بشه و رهایی پیدا کنه. پس کارگردانی که انقدر به اسمها توجه میکنه، چرا نباید شخصیت پردازی خوبی روی پروتاگونیست انجام بده؟ من با این قسمت مشکل دارم که میگن که شخصیت پردازی رخ نداده. الان بهتون میگم از نظر من شخصیت پردازی کجا رخ داده. اما اینکه چرا اسم نداره رو بچه‌ها خودشون هم گفتن. دلیل این که خب اسم نداره، ما همون اول داستان میبینیم که این مرده و CIA هم بهش میگه، میگه تو از دید ما مردی، تو دیگه برای ما کار نمی‌کنی. اولین مکالمه ای با اون ساینتیست دارن چیه؟ وقتی که برای بار اول با اون تفنگای اینورتد آشنا میشه، مکالمهش چیه؟ زنه بهش میگه ببین اسمال تاک و چیچت و اینا نداریم، صحبت از این که تو کی هستی، من کیم، اسمم چیه، نه اسمتو بهم بگو نه جزئیاتی رو بهم بگو که من بفهمم تو کی هستی و از کجا اومدی. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که کل هویت این مرد پاک شده. سیتور هم بهش میگه، میگه تو خیلی خوب تونستی خودتو مخفی کنی، تحقیق کردم چیزی راجبت نبوده. پس توی دنیای جاسوسی و توی فیلم‌های جاسوسی داشتن یک نام خیلی چیز مهمی نیست که حالا بیاییم به نولان گیر بدیم که چرا صرفاً گفتی پروتاگونیست. اما خب اگه اسم داشت خب قطعاً بهتر بود. حالا اگر یک اسم مینینگفول و معناداری داشت که خب خیلی میتونست بهتر باشه. اما راجع به شخصیت پردازی چی؟ ما میگیم که شخصیت اصلی داستان ما، حالا کامنتاتونم بخونم، خب حالا خواهم خوند کامنتاتون رو. اما این که میگن شخصیت پردازی نداره، خب شخصیت پردازی نداره اگر تو با همون سیستم خطی بری جلو. ولی باز میگم حالا برای راحتی کارم که شده، حتی تو اون سیستم خطی هم ما داریم. ببین نولان میخواسته یه دونه شخصیت اسپای، یه شخصیت جاسوس خلق کنه که اتفاقا متفاوت با جاسوسای کلاسیک. جاسوسای کلاسیک میکشن آدم ها رو، نمیدونم اصلا برایشون مهم نیست، مرسنری هستن، با یکی قرارداد بستن میرن میکشن. اینجا ما چند بار داریم که میگه برو خب سیتو رو بکش، میگه خب یه چیز پرسنال و شخصی که بین ما نیست که من برم اینو از بین ببرم. حتی کت ازش میپرسه، میگه من مطمئنم تو خیلی آدم ها رو کشتی، میگه آره ولی هیچ وقتی بحث یه چیز شخصی نبوده، بر اساس اهداف شخصی نرفتم اینا رو بکشم. یعنی کاری که داره انجام میده نولان اینه که کم کم داره ما رو با این پروتاگونیست آشنا میکنه و ما میبینیم که خب این یه پروتاگونیست متفاوتیه که یه جنبه عاطفی هم داره. عاشق کت میشه، میخواد از کت محافظت کنه. بعد اگر شما هم به اون سیستم خطی بهش توجه کنید، خب باشه، بله یه سری نقص هایی توی شخصیت پردازی وجود داره، اما ما بیایم
اون منطقی که فیلم گفته رو در نظر بگیریم، منطقی که زمان گذشته و حال و آینده در کنار هم وجود داره. اون موقع اگه برعکس به زندگی پروتاگونیست نگاه کنیم چی؟ پروتاگونیستی که در آینده با کت احتمالاً با هم دیگه ارتباط دارن، کمک میکنه به بزرگ شدن نیل، کمک میکنه که نیل بره دانشگاه و چه میدونم فیزیک مطالعه کنه که بعد حالا نیل بتونه بیاد گذشته یه سری کارها رو انجام بده و جلوگیری کنه از یک جنگ جهانی دیگه. اگر ما اینطوری به داستان نگاه کنیم میتونیم یه جورایی توجیه کنیم که داد شخصیت پردازی هم توی فیلم وجود داره، اما چون شخصیت پردازی آف استیج رخ میده و برای بیننده نشون داده نمیشه، این گیر رو بهش میدن. میگن نولانی که فیلم‌های دیالوگ محوره، ما توی اینسپشن هم داریم تا قبل از اینکه برن توی ذهن اون طرف، چون ایده یکم سخته، کلن دیالوگ اکسپوزیشن داریم. دیالوگ اکسپوزیشن دیالوگیه که یه سری پیشینه رو بهت میگه، مفاهیم رو برات توضیح میده که اصلا بفهمی توی دنیای داستان چه اتفاقی داره میفته. و توی تنت هم دیالوگ محوره. نصف اول داستان رو و فیلم رو شما که نگاه میکنین، تایم ترافلی توش رخ نمیده و کلن دیالوگ محور، کلی دیالوگی که حالا ما بفهمیم سیتور کیه، اون دانشمنده چطور اون دستگاه رو اختراع کرده، بعد چطوری اومده اینا رو پنهان کرده، این الگوریتمش رو. پس چون آف استیج رخ میده، این نقد رو بهش وارد میدونن که شخصیت پردازی پروتاگونیست که یه چیز برعکسی هستش، از آینده به سمت گذشته شخصیت پردازیش رخ میده و بیننده اون رو نمیبینه، پس نمیتونه باهاش همزاد پنداری انجام بده. ما سرنوشت پروتاگونیست برای اون مهم نیست، اما باز برای اینم جواب هست، یعنی جوابی که حالا قبول شدن کردن یا قبول نکردنش دیگه به خود خواننده بستگی داره و خود بیننده بستگی داره. ما میدونیم که خطر تنت و خطر اینورژن یه خطر جهانیه. اینو ما میتونیم حتی از روی فیلمسازی نولان هم بفهمیم. نولان چرا مسافرت میکنه به این همه کشور توی دنیا برای این فیلم؟ به انگلیس میره، به استونی میره، واقعا هم رفته، به هند میره، حالا کیف و اینا هم که اسمش هست، یعنی یک خطر جهانیه. ببینین شما اگر مقایسهش کنین با فیلم دانکرک، یکی از فیلمهای مورد علاقه خودم، اونجا شخصیت اصلی داستان یه نفر که نیست. شخصیت اصلی داستان اون گروه سربازایی هستن که توی ساحل دانکرک گیر کردن و حالا ترس و هراس دارن از این که میتونن نجات پیدا کنن یا نه. یعنی یک پروتاگونیست جمعی داریم. خطری هم که برای ما وجود داره، پروتاگونیست ما وجود داره، خطر شخصی نیست، صرفا خطر خانوادگی نیست که حالا بخوایم بگیم پیشینه خانوادگی داشتنش برای ما مهمه. خطریه که داره کل دنیا رو تهدید میکنه، تو کل دنیا نگران این اتفاق هستن. پس اگر شخصیت ما شاید پیشینه خانوادگی هم نداشته باشه، ما شخص خودش رو خیلی نشناسیم، چون یک سپای هستش توی دنیایی که خطر نابودی داره تهدیدش میکنه، باز بشه توجیهش کرد که چرا انقدر دیگه روی شخصیت پردازی پروتاگونیست سرمایه گذاری نکرده آقای نولان و صرفا به این موضوع اکتفا کرده که یک سپای هستش، از دید همه دنیا این مرده چون توی قرص سیانور خورده و مرده و الان دیگه باید بره توی این مأموریت اندرکاور که جلوگیری کنه از جنگ جهانی. این دوتا از نقدهای خیلی شدیدی بود که به، حالا میگم نقد صداگذاری و میکسینگ و اینا هم بودش که حالا راجع به اون صحبت کردیم که تو نسخه‌های خونگیش، حداقل اون دوتا نسخه‌ای که من داشتم، من یه بار نسخه وب دی ال اش رو دیدم، بعد یکی دو روز پیشم به خاطر این جلسه نسخه 4K اش رو دانلود کردم، با وجود این حجم بالایی که داشت یه بار با تلویزیون 4K هم دیدم که ببینم جزئیاتی از قلم نیفته، ولی واقعا مشکل صداگذاری رو نداشت، یعنی دیالوگ ها خیلی خوب شنیده میشه. و این میگم این میشه دوتا از نقد هایی که به فیلم نولان وارد هستش و خب جواب هایی که حالا سعی کردیم که توی این فیلم براش بدیم. حالا خوب یا بد بودنش دیگه میمونه برای خود بیننده. مرسی از پیام هایی که دادین. حالا من یه سری از این نکات رو بخونم. خب
اگر کامنتی چیزی مونده، چون فکر کنم سوالی چیزی مطرح شده باشه اینجا، خوشحال میشم بنویسین. اگر نه که مرسی از اینکه اومدین این لایو رو گوش دادین و نگاه کردین. من هم ویدیوشو توی سایت منتشر میکنم، همین که توی اینستاگرام هم خواهم گذاشت که حالا کسایی که نتونستن بیان هم بعدا بتونن ویدیوی لایو رو نگاه کنن. مرسی از اینکه اومدین. به نظرم حالا موضوعات خوبی مطرح شد، از بحث جبهه‌فلسفی نیچه و بحث ابر انسان و اینا گرفته تا بحث تایم ترافل و سفر در زمان و دنیاهای موازی. و به نظرم اتفاقا از یه فیلم، از یک آهنگساز خیلی جوون استفاده کرده. میگم آقای نولان معروفه به این که با هانس، از بعد از فیلم پرستیژ که فیلم فوق‌العاده‌ایه، کلن دیگه با هانس زیمر کار کرده بود. ولی خب به نظرم این آهنگساز یه آهنگساز جوونه، نمیدونم فکر کنم سوئدیه، نمیدونم کجاست دقیقا، اهل کجاست، خیلی جوون بود. به نظرم فیلمسازی نولان واقعا با هانس زیمر عجین هستش، اما به نظرم آهنگای بدی نداشت. یعنی اون تمپوی بونگ 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 که توی فیلم میبینیم، به نظرم اون هول و حراس تقریبا آخر زمانی که حالا قرار دنیا نابود بشه رو توی خودش داشت و به نظر من حداقل آهنگسازیش بد نبود. مرسی از شما که اومدین. پس من لایو رو قطع میکنم، ایشالله ویدیوش رو میتونین دوباره ببینین. فقط یه خواهشی ازتون این که لایو رو که حالا ذخیره میکنم به عنوان یک آی جی تی وی میاد دیگه، یه ویدیو طولانی، لطفاً برای دوستاتون بفرستین، همین به اشتراک بذارین، دوستانی که به مقوله فیلم علاقه مندن اینو ببینن. ایشالله سعی میکنم حالا بسته به مشغله کاری و اینا، سعی میکنیم هر دو هفته یه بار یا یه ماه یه بار یه فیلمی رو باید بهتون معرفی کنم که بشینیم با هم دیگه نقدش کنیم. مرسی از این که اومدین. برادر آقای نولان، فکر کنم برادرش هم خب به همون اندازه موفق هستش دیگه. حالا مثلا سریال وست ورلد رو که کار کرده، خب قطعا به همون اندازه جینیسش هست. ولی اینکه حالا توی نوشتن پایان نامه کمک کرده یا نکرده و تأثیرش روی فیلمو دیگه حالا واقعا نمیشه خیلی، چون به نظر من فیلم نامه یه سری نقصایی داشت ولی باز انقدرم بد نبود که میگفتن. مرسی از شما بچه ها. من دیگه لایو رو قطع کنم، ایشالله روز خوبی داشته باشین. مرسی. ببینیم چطوری قطع میشه.